درصد آموزش تصمیم داریم یک انعکاس متحرک بسازیم که به صورت کلی به اون پلر گفته میشه، که من این فایل رو تو این پوشه قرار دادم، اونو درگ میکنم در پنل کامپوزیشن اصلیمون و این لایه رو در ردیف دوم لایه هامون قرار میدیم. حالا چون از قسمت کلیپ ویدیوی اولیمون جداش کنیم، این لایه رو به سمت جلو منتقل میکنیم، تو این قسمت قرار میگیره، زوم میکنیم تا دقت کارمون مطمئن بشیم. حالا نوع بلندینگ مود این لایه‌مون رو عوض میکنیم، روی این لایه کلیک میکنیم، در قسمت مود روی این لیست بازشو کلیک میکنیم و اد رو انتخاب میکنیم و میخواییم حالتی رو ایجاد کنیم که این افکتمون در گوشه لنزمون ایجاد بشه. در اینجا با استفاده از ابزار روتیشن این لایه‌مون رو میچرخونم و با کلیک بر روی ابزار سلکت این لایه رو جابجا میکنم و تو این قسمت قرار میدم، تو این ناحیه. حالا اگر لازم شد باز بعداً جابجاش میکنیم. حالا در قسمت افکتامونو بیاریم، در قسمت سرچ باکس افکتمون افکت لیکویفای رو تایپ میکنیم. افکت لیکویفای رو اینجا داریم، این افکت رو روی این لایه‌مون اعمال میکنیم، میکشیم و روی این لایه‌مون اعمالش میکنیم، روی این ابزار کلیک میکنیم تا برامون تو حالت سلکت قرار بگیره و انتخاب بشه. حالا مقدار در این قسمت، در قسمت وارپ تو آپشن مقدار قلم برایش سایزمون رو تغییر میدیم، یه مقدار اندازه قلممون رو بزرگتر میکنیم تا مقدار عددی 600 افزایشش میدیم. به این صورت اندازه صفحمون هم کوچیک میکنیم که قشنگ بتونیم روی این صفحمون کار کنیم. حالا میتونیم با استفاده از این ابزار این تصویرمون رو به سمت راست بکشیمش. فقط اجازه بدید هر یک باری که کلیک میکنید صبر کنید جا به جا بشه، مجدد حرکت بعدی رو انجام بدید. که حالا اگر یه مقدار کند حرکت کرد که دیگه تصویر به انتها نفرسته بره. و دقیقا این لایه رو میایم تو لبه های این فریممون، لبه های لنزمون قرار میدیم. جهت دقت کار حتی میتونیم زوم کنیم تا ببینیم داریم چی کار اینجا زیادی فرو رفتگی ایجاد شده، یه مقدار میکشم و بیرون منتقلش میکنم. مجدد زوم میکنم و این حاشیه رو با دقت بیشتری نگاه میکنم تا اینکه از تمیزی کارم مطمئن بشم که دقیقاً حاشیه این عدسی منو پر کرده یا نه و قسمتی از این حاشیه اینجا خالی نباشه. به این صورت خیلی عالی، تا اینجا که کامل پر شده
در قسمت بالاتر ببینم چطوری شده. خیلی عالی، تقریبا همه حاشیه رو کاملا پر کرده و ما اینجا مشکلی نداریم. درست، اندازه قلم رو هم کوچیک‌تر می‌کنم. روی ابزار تولز کلیک می‌کنم تا از حالت این ابزار خارج بشیم. اندازه قلم رو حالا کوچیک می‌کنم. برای این قسمت می‌خوام مجدد روی ابزار کلیک می‌کنم و زوم می‌کنم تو اون ناحیه، قسمت پایین تصویرمون بود. اگر برای زوم کردن اشارهگر ماوس رو تو هر قسمت که قرار بدیم و کلید کنترل رو بگیریم و تو اون نقطه قلتک رو بچرخونیم، دقیقا همون نقطه برامون زوم میشه. هم یک ترفندی هست که حالا میتونیم ازش استفاده کنیم. تو این کار باید مطمئن بشیم که این فلری که ایجاد کردیم از عینکمون خارج نمیشه. روی این زمینه مطمئن باشیم روی کارمون، بعد حالا به سایر کارهای قسمت‌های دیگش میپردازیم. روی این موضوع که تصویرمون روی فریممون نباشه تأکید زیادی میکنیم، پس مطمئن باشید که یک چنین مشکلی براش ایجاد نشد. اگر رنگ این قرمز رو دوست داشتیم که هیچ، اما اگر بخوایم تغییرش بدیم افکت هیور تایپ میکنیم. هیور ساتراکشن رو اینجا داریم. این افکت رو به لایه پلرمون اضافه میکنم. این افکت به ما اجازه میده میزان رنگ و میزان اشباه رنگ رو اینجا تغییر بدیم. با مستریو میتونیم کار کنیم و رنگ کلی اون رو تغییرش بدیم. من یه مقدار رنگ زرد یا طلایی رو اینجا انتخاب میکنم که به سایر رنگ های محیطمون بخوره و تغییرات بهتری داشته باشه. اما بالاخره هر کاری بکنیم، یه چند تا لکه رنگ مختلفی هم داریم که حالا اون زیاد مهم نیست واسمون. به این صورت داخل این کامپوزیشن فلرمون وارد میشیم. اگر روی اون دابل کلیک کنیم وارد پنلش میشیم و میتونیم یه مقدار انیمیشن اینجا بهش اضافه کنیم. میخوام یه مقدار انیمه ساده بهش بدم. دو تا لایه رو انتخاب میکنم و حرف پیو میزنم. سایشن اینجا برامون نشون داده میشه. ابتدا لایه اولیه انتخاب میکنم و اینو یه مقدار به بالا منتقلش میکنم. به این صورت لایه پایینی رو انتخاب میکنم و اینم یه مقدار به سمت پایین میکشمش. البته اینجا بک‌گراندمون یه مقدار مشکل داره که میتونیم اینو حل کنیم با ایجاد یک سالید. اگر روی سربرگ لایرز بیدی کنیم با قرار دادن اشاره گرمز روی نیو و سالید رو انتخاب کنیم. در قسمت کالر میتونیم رنگ مشکی رو انتخاب کنیم. اوکی، و در این قسمت هم اوکی میکنیم. در پایین ترین لایه قرار میدیم که به عنوان بک‌گراند کارمون اینجا برامون قرار بگیره. خط زمانمون رو به ابتدا قرار میدیم و اینجا یک کیپرایم ایجاد میکنیم برای هر دوتا لایه‌مون. و مجدد به انتهای تایملاینمون میریم. حالا لایه هامو تو این نقطه جابجا میکنم. با جابجا کردن هر لایه یک کی فریم جدا برای اون مجدد ایجاد میشه. اگر احساس میکنید که لایه بک‌گراند رو احتمال داره جابجاش کنید، میتونید لایه بک‌گراند رو اینجا قفل کنید. اشتباهاً لایه بک‌گراند رو جابجا نکنید. و الان اگر بین این تایملاین ها جابجا بشیم، بین این دوتا بازمون جابجا بشیم، میبینیم به این صورت یک انیمیشن ایجاد کرد. فکر میکنم این لایه اگر لایه اولمون یه مقدار دیگه به سمت پایین بکشیمش بهتر.
خیلی، حالا برمیگردیم به کامپوزیشن اصلیمون. یه ماسک میسازیم و با استفاده از اون ماسک فایل هامون رو انیمه میکنیم. از این قسمت با زدن کلید کیو بین ابزار جابجا میشیم و ابزار الپس تو یا همون بیزی رو انتخاب میکنم. لایه پلر رو اینجا انتخاب میکنیم. حالا یک ماسک تو صفحه ایجاد میکنیم. به این صورت یه مقدار این لایه رو جابجا میکنم و میکشمش پایین این ماسکی که ایجاد کردیم. و در صورتی که بخوایم اونو بزرگتر کنیم، میتونیم رو هر کدوم از این قسمت ها که مشخص شده کلیک کنیم و با نگه داشتن کلید شیفت اندازه اونو بدون اینکه مشکلی در سایز و اندازه سایر قسمت هاش ایجاد بشه اعمال کنیم. به این صورت تغییر اندازه اعمال میکنیم و ماسکمون رو جابجا میکنیم. اینقدر باید تغییر سایز رو اینجا انجام بدیم تا اینکه اندازه قالبمون در بیاد. به این صورت تقریبا تمام میشه گفت راضی کننده است. در نقطه فریم 97 یک کی فریم اینجا ایجاد میکنیم در قسمت ماسک پس. کلیک کردیم و یک کی فریم تو این نقطه برامون ایجاد شد. تقریبا به اندازه 15 فریم میریم جلو. 10 فریم. این هم 15 فریم. توی این نقطه مجدد این ماسکمون رو جابجا میکنیم و این بار تو این قسمت قرارش میدیم. به این صورت مجدد روی فریم کلیک میکنیم تا این در این نقطه هم یک کی فریم برامون ایجاد بشه. حالا اگر بین این نقاط جابجا بشیم ببینیم که رنگ فقط تو این نقطه ایجاد کنیم، این ورک ایریا رو من تو این نقطه قرار بدم. رو میزنم تو این نقطه برامون اجرا بشه. خیلی عالی، تا اینجا همه ای کارها رو پیش رفتیم، کارها که لازم بود انجام دادیم. در بخش بعد هم کارهای نهایی پروژمون رو تکمیل میکنیم.